به نام خدا. سلام خدمت یکایک دانش آموزان عزیز، دوستان دوست داشتنی، و تبریک عرض می‌کنم به مناسبت عید عزیز مبحث، و امیدوارم که اوقات خوبی رو سپری کرده باشید تا این لحظه، هم توی درساتون از هر نظر، و عیدتونم مبارک. انشالله که هممون اجماعا مورد شفاعت نبی اکرم قرار بگیریم. بله دوستان عزیز، خب عرض بشه خدمت شما که ما امروز رو یه سعادتی شد که در خدمت شما باشیم برای معرفی روش کار، به چه شکله، چه اهدافی رو ما دنبال خواهیم کرد توی دوره نکته و تست، چه تفاوتایی بچه با کلاسای ترمیک داره، کلاسایی که در طول سال برگزار میشه. شاید خیلی از شماها توی این چند ماهی که گذشته کلاسای اساتید مختلف همکارای عزیز بنده بوده باشید و DVD استفاده کرده باشید، کلاسای مدرسه، از هر لحاظ دیگه، و این قضایا هیچ منافاتی با هم دیگه نداره. اینجوری نیست که خدایی نکرده تو این کلاس ما بخوایم بعضی از نکات رو نقص کنیم یا بگیم که این نکاتی که شما یاد گرفتید خدایی نکرده به درد نمیخوره. همچین چیزی اصلا امکان نداره. در راستای همون مباحثی که تا الان یاد گرفتید ما پوشش میدیم، منتها یه خورده دقیق تر، ریستر و با ریزبینی بیشتری، با حساسیت بیشتری صورت سوالات، نکات رو به شکل ترکیبی. بچه‌ها کلاسای ترمی با کلاسایی که در طول نکته و تست به صورت فشرده در مدت زمان مثلا 4 هفته 5 هفته برگزار میشه، کاملا روی کردمون فرق میکنه، تفاوت داره با اینکه ما بخوایم مباحث رو خیلی ریز از 0 تا 100 هر مبحثی رو یک نواخت بخوام تدریس کنم. همچین داستانی نیست، همچین برنامه‌ای رو ما نداریم. چون تأکید میکنم یه سری از شما عزیزان کلاس رو بودید و چه بسا عربی رو الان وضعیتتون خوب باشه، توی آزمون ها خوب ظاهر بشید، درصد خوبی بیارید، ولی قطعا این دوره‌ای که ما داریم به درصد شما خیلی کمک میکنه و خیلی بهبود میبخشه به وضعیت کیفی درس عربیتون. ما یه جزوه خیلی مختصر طراحی کردیم و طبق این جزوه بچه یه سری از مباحث رو نمیخوایم امروز خیلی بخوایم درس بدیم، و هم عیده، هم این که ما طرح درسی نداشتیم برای امروز که به شما عزیزان بدیم قبلش. فقط میخوام روش کار رو ببینید به چه شکله، چه جوریه، و طرح درسی که دوستان در اختیار شما گذاشتن طبق اون بودجه بندی که ما داریم همونطوری همون مدلی میریم جلو. جزوه‌ای که براتون طراحی کردم برای نکته و تستتون با جزوه‌ای که در طول ترم یا در طول کلاس سالیانه به شما داده شده یا از روش خوندید فرق میکنه، روی کرده تستا تفاوت داره. خب اگه صحبتی، پیشنهادی، موردی، چیزی هست اول شما بفرمایید، اگه نیست که من جزوه رو دیگه کم کم بریم سراغش و یه ذره بیشتر آشنا بشیم کنکور چیه، عربی به چه صورته. خب این جزوه بچه‌ها توی پنل موجوده دیگه، درسته، میتونن استفاده کنن. یه سری از نکات رو به صورت گزینشی بچه‌ها من آوردم تو این جزوه به شکل گزینشی، و گزیده ای از نکات خیلی مهم هر 3 سالتونه، 10، 11، 12 ترجمه قواعد. من به شما قول میدم تمام مباحث عربی کنکور رو از 0 تا 100 تو این برنامه من گنجوندم، و قول میدم همه رو در کنار هم خیلی خوب، خیلی حرفه‌ای جمع کنیم. دقت میکنید؟ یکی از مباحثی که توی درس 2 عربی 11، درس 2 عربی 11 که میشه درس 3 بچه های انسانی توی پای 11 هم در موردش داره صحبت میکنه، اسلوب شرطه. بچه اسلوب شرط یکی از
مباحث چالشی و بحث برانگیز توی عربی. دقت میکنید ما جملات شرطی داریم، 4 تا ادات شرط داریم عزیزان، ان، من، ما، ازا، همه تون اینا رو خوندید، باهاش آشنایی دارید، میفهمید چی به چیه، چی میخوام بگم. ما 4 تا ادات شرط داریم، ان، من، ما، ازا. اینا بر سر چی میان؟ بر سر جملات شرطی. 2 فعل بعدشون میشینه بچه ها. به اولین فعلی که بعد این ادوات میشینه میگن فعل شرط، دومین فعل در ادامه میگن جواب شرط، فعل شرط جواب شرط. مانجان کولر بزن. خب این 4 بچه ادات شرط معنی تک تک خودشون مهمه. من یعنی هر کس یا هر که، قشنگ دقت کنید، من هر کس یا هر که، ما هر چه، به جز این هیچی معنی نمی کنید، این اگر یا چنانچه. قشنگ حوصله کنید تا آخر گوش بدید ببینید به چه نتیجه می خوام برسم. ازا یعنی هرگاه، هر وقت یا اگر. پس به اینا میگن ادات شرط. فعل اول رو فعل شرط میگن، چه ماضی باشه چه مضارع میتونید چی معنی کنید؟ مضارع التزامی. جواب شرط چه ماضی چه مضارع به شکل اخباری معنی میشه. من یجتهد ینجح، هر کس تلاش کند موفق میشود. بچه این ساختار جملات شرطی، چیز عجیب غریبی تا این لحظه نگفتم. یکی از چیزایی که خیلی مهمه و خیلی وقتا پیش میاد که بعضی از همکارای بنده میگن آقا ما من و ما رو چجوری به بچه بگیم تشخیص بده و در قید و بند معنی کردن نباشه، چون معنی کردن بچه کار دشواریه. من درک میکنم سر جلسه کنکور شما یه حدیثی میده، آیه قرآنی میده، ترجمهش به صورت دقیق کار خیلی ظریف و خیلی مهارت خاصی رو میطلبه، منتها شما خیلی درگیر معنی کردن نشید، درگیر ترجمه کردن نشید. من این رو میگم، میریم سر تستش، فقط یه اشاره به تشخیص من و ما میکنم، بعدش بلافاصله میریم سر تست کنکوری که اومده از من و ما، و ثانیه شماری کن ببین چند ثانیه طول میکشه من بخوام به جواب برسم. بچه ها من و ما 3 من و ما داریم: پرسشی، شرط، موصول. پرسشی، شرط، موصول. پرسشی برای سوال کردن در مورد شخصی یا چیزی میاد، کاربردش سوالیه، چه بسا آخر جمله علامت سوال باشه. اول جمله با یک اسم یا یک فعل به معنی چه کسی میشه من، چه چیزی میشه ما. من انت، تو کی هستی، ما تقولو، چه میگویی. من و مای پرسشی رو خیلی جدی نگیرید. و اما شرط خیلی مهمه، شرط و موصول خیلی حاشیه داره. من و مای شرط و من و مای موصول قطعا سوال خواهد اومد توی هر کنکوری از من و مای شرط و موصول، ما حتما سوال داریم. خب آقا من و مای شرط کارش چیه؟ ساختن جمله شرطیه، هر کی این کارو بکنه اینجوری میشه. موصول کارش چیه؟ وصل کننده دوتا جمله به هم، دوتا جمله رو به هم دیگه وصل میکنه. این یه تفاوتشون از نظر معنی. بچه ها من و من شرط چی معنی میشه؟ هر کس یا هر که. هر چه میشه چی؟ مای شرط. من یدرس ینجح، هر کی درس بخونه موفق میشه. من و مای موصول به چه معنیه؟ من موصول کسی که، آن که، کسانی که، چیزی که، آنچه، چیزهایی که، میشه مای موصول. احترم من علمنی، احترام میگذارم به کسی که به من یاد داد. قشنگ گوش بدید، قشنگ دقت کن ببین به کجا داره ختم میشه این مبحث. یه بار دیگه، من و مای شرط کارش اینه، موصول پل ارتباطی بین دوتا کلمه، دوتا عبارت. شرط هر کس، هر که، هر داره، هر. موصول با کسی که، آن که، چیزی که معنی میشه. تکنیک اول چیه؟ تکنیک اول اینه که آقا شرط جاش کجاست؟ اول جمله.
ما اینا رو توی کتابچه کتاب مهرماه گفتیم. کتابچه کتاب مهرماه یه چیز بی‌نظیریه. اینا رو تک تک گفتیم، ولی طرز استفادهش خیلی مهمه. چجوری استفاده کنید؟ آقا من و مای شرط اول جمله، موصول کجا میشینه؟ وسط جمله. بچه‌ها این تفاوت اولشون، این تکنیک اول، این یک، اینم یک. تکنیک دوم، من و مای شرط با چند تا فعل؟ با دو فعل. ولی موصول با چند تا فعل؟ فقط یک فعل. یک فعل بعدش بیاد کارش را میفته. شرط دو فعل، موصول یک فعل. به اون فعلی که بعد موصول میگن چیه بچه ها؟ چی بهش میگن؟ سله. سله. خب قشنگ دقت کن، شیش دنگ حواستو به من بده. خب میبینی من کجا نشسته؟ من اول جمله، چند تا فعل بعدشه؟ دو فعل. دو فعل بعدش نشسته میشه شرط. چند تا فعل بعد من اومده؟ سله. تا اینجا اوکیید؟ دو تا تکنیک گفتم، یک اول جمله من و مای شرط، وسط جمله من و مای موصول. تکنیک دوم، من و مای شرط بعدش دو فعل میشینه، دو تا فعل، موصول یک فعل میشینه. یک فعل کافیه بعدش بشینه دیگه. آقای محمدی منظور از اول جمله وسط جمله چیه؟ خیلی از بچه ها به اشتباه میگن استاد اینجا که من و ما وسط جمله است، برای چی مثلا چیز اومده؟ بچه ها یه چیزی بگم، منظور از اول جمله کجا هاست؟ اینا نکات خیلی خفنیه که همه جا گفته نمیشه، همه جا گفته نمیشه. بچه ها هر جایی که من و مای شرط بشینه به معنی اول جمله است. اول جمله یعنی کجاها؟ یعنی شروع اصلی عبارت. دیگه کجا؟ بعد از حروف عطف. بعد حروف عطف یعنی و، ف، ثم و غیره. دیگه کجا؟ آقا بعد از قاله و مشتقاتش. قال یقول و تقول و اقول و نقول و قال فلانون. فلانی گفت چی؟ من و ما بعدش دیدی شرطه. من و ما بعدش دیدی شرطه. یعنی وقتی که میگه قال المعلم و معلم گفت دو نقطه، اینجا اول جمله است. دیگه کجا؟ بعد از منادا، اسمی که صدا زده میشه، یا الهی، یا الهی، یا نبی، روز خودش هم هست، یا نبی تو که آیی، چه غمی چه همی، به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدایت. خب یا الهی یا نبی ربنا، ادامه جمله. اینجا من و ما دیدی اول جمله است. بچه ها منظور از اول جمله اینجا هاست. دقت میکنی؟ اینجا چی میشینه؟ من و مای چی؟ شرط. من و مای شرط میشینه. دقت کردی؟ این نمودار الان کامل شد. این تشخیص من و ماه به صورت حرفه‌ای. تمام جاها، تمام سوراخ سنبه‌ها رو ما گرفتیم. میبینی؟ دو تا تکنیک بهت یاد دادم. تست ترجمه چی میاد؟ میخوای بخونی از روش؟ ریاضی سال 90 ترجمه نظام قدیم و جدید نداره. هر کدوم رو زدید زدید، قدیم و جدید نداره اصلا. پاسخ گزینه چند؟ منه چه منیه بچه ها؟ ب
بگید، نظر بدید، نظر بدید، مشارکت کنید. آها آقا تستو میخوای بخونم از روش؟ عمرن این کارو بکنم. من اول جمله میشه من شرط. من شرط با چی معنی میشه؟ هر. به جان خودم پاسخ گزینه چهاره. پنج ثانیه، پنج ثانیه به تعداد خیلی به کرات تست از من و ما اومده. یک، آن کس که، آن کس که، غلط، کسانی که، غلط، اگر، غلط. گرفتی؟ من میفهمم این من شرطه، پس نیازی نیست ادامه بدم فعل شرط و جواب شرط و چک کنم خودم رو درگیر معنی کردن بکنم. پاسخ گزینه چهار. پس ادامه جمله چی؟ اصلا باهاش کاری ندارم، اصلا نگاه نمی کنم به ادامه جمله. تست بعدی، ریاضی سال 94، من قتل مظلومن، من چه منیه؟ آفرین، بی حال نباشید آ. آفرین دیبا، آفرین نسترن، آفرین مهندسه، آفرین محمد، آفرین فاطمه. منه چه منیه؟ آقای محمدی من شرط دیگه. چرا؟ اول جمله نشسته. من شرط میشه چی؟ هر. پاسخ گزینه دو. حال آدم خوب میشه اینجوری تست میزنه، دقت میکنی؟ یک، چنانچه. چنانچه صاحب داره، بی صاحب نیست که. چنانچه میشه این، کسی که، آن که. ادامه جمله چی پس؟ اصلا نگاه نمی کنم. ببین کجا به جواب رسیدم، ببین کجا به جواب رسیدم. تست کنکوره ها، بله. خب تست بعدی، میخوام بهت بگم یه بار نیومده ها، یه بار من و ما نیومده که فکر کنی. تجربی سال 89، من چه منیه؟ 48 ثانیه وقت داره این تست، به جان خودم 48 ثانیه وقت داره. 8ش برای من، 40ش برای تو. 8 ثانیهش برای من، 40 ثانیه ذخیره کن. 10 تا تست میاد، 10 تا 40 ثانیه، 10 تا 400 ثانیه برات ذخیره میکنم. 400 ثانیه خرج درک مطلبت کن. واقعا اگه به درصد 80-90 فکر نمی کنی، داری به خودت خیانت می کنی. من چه منیه؟ هر کس، هر که. گزینه 3 و 4 رد، تضاده. 1 و 4 چیه؟ هر حال، همه احوال. جمعی که جمعه بابا. پاسخ گزینه 4. خیلی قشنگ، شیک و مجلسی. پاسخ گزینه 4 درسته؟ خب بچه ها یه سوال میخوام، یه گام فراتر بذارم ببینم کیا این کارن. هستید؟ خب کیا همه کلن ادعاشون میشه تو عربی، نه اینکه خدایی نکرده بخوام مثلا مچگیری کنم و اینا، نه، میخوام نکته رو بهت بگم که کلاس نکته تست با کلاس ترمیک چه تفاوتی داره. بچه ها کی میدونه چه زمانی بر سر جواب شرط ف میاد؟ ف. هر مدرسه که درس میخونی، تیزوشان میخونی، فرزانگان میخونی، هر مدرسه که میخونی، بگو چه زمانی جواب شرط با ف میاد. تست تجربی سال 98، سوال 48 دفترچه کنکور، کروکیشو قشنگ بهت میگم. همیشه میتونه بیاد، نعوذ بالله، مهسا، همچین چیزی امکان نداره. چه زمانی؟ هر کی هم دوست داشت، بچه ها میکروفونش رو فعال کنه، کلاس متعلق به خودته. هر کی سختش بود تایپ کنه میکروفون رو بذاره چیز کنه. مائده میگه جمله اسمیه باشه، دمت گرم مائده. یکی از حالتاش جمله اسمیه است. محدثه میگه امر باشه، دمت گرم، یکی از حالتاش امره. دیگه چی؟
این دو حالت. آقا جواب شرط، ببین فقط گوش بده، فقط گوش بده، ببین چیکار دارم میکنم. جواب شرط چه زمانی ف میگیره؟ امر باشد دیگه، جمله اسمیه باشد دیگه، نهی باشد دیگه، مستقبل باشد. بچه ها با سین و صوفه و لنم اومد ف میگیره. در غیر این چهار حالت حق نداری ف بیاری بر سرش. حله؟ خب سه تا مثال میزنم ببین چجوریه، چیه داستان، چیه. من یتوکل علی الله فهو ناجحون. جمله یک، اولین مثال. جمله دو، من الی البیت فهو والدی. جمله بعدی، من، حالا یه مثالم با ما بزنیم بچه ها، نه؟ یه مثالم با ما بزنیم، هم خدا رو خوش بیاد، هم بنده خدا رو. ما یوسا عدونی فل امتحان فهو الکتاب. آقا سه تا جمله مثال زدم، در این چهار حالت بر سر جواب شرط واجبه که ف بیاد، فا بیاد. بچه درس خوناشون جواب بدن. هر سه تا جمله‌ای که مثال زدم نوع من چیه بچه ها؟ اینجا چیه؟ شرط. اینجا چیه؟ شرط. مای شرط، درست میگم؟ این من، این فعل شرط، این فعل شرط، این فعل شرط. ف جمله اسمیه، ف جمله اسمیه، ف جمله اسمیه. تا اینجا اوکیید؟ حل مشکلی نیست؟ آفرین مهسا، مشکلی نیست دیگه. نه بر سر ماضی مضارع مهسا ف نمیاری، ماضی مضارع رو خالی میاری دیگه، اومدی نسازی ها، بر سر ماضی مضارع ف نمیاری. بچه ها کسی نظری نداره؟ خب آفرین. در کمال ناباوری با تمام احترامی که برای همه تون قائلم، نمیتونم بپذیرم که این دوتا شرط باشن. این شرط هست، این دوتا به هیچ وجه شرط نیستن. چیه؟ موصوله. یا خدا چی شد؟ چرا؟ کی میدونه؟ چرا؟ چی شد یهو؟ یهو چی شد؟ همه چی ریخت به هم. آیا ساختار جمله ها عین هم نیست؟ آیا ساختار جمله ها عین هم نیست؟ بچه ها نکته رو داشته باش. هر وقت توی جواب شرط حالت، بذار یه رنگ دیگه ها، هر وقت تو جواب شرط حالت کلی بود، ببین این کلیه، این جزئیه، اینم جزئیه، هر موقع مصداق خارجی داشت، اون من شرط نیست. هر کس نمیتونی معنی کنی. جواب یک رو ببین، هر کس بر خدا توکل کنه پس او پیروزه، او موفقه، درسته. اینو دو رو من معنی میکنم شرط، ببین چه جوریه. هر کس به خانه برود پس او پدر من است. استغفر الله ربی و اتوب الیک. مگه یه آدم چند تا پدر داره دیبا؟ ها محمد،
هر کس به خانه برود پس او پدر من است. این جزئی پدر مصداق خارجی داره، شامل یه نفر خاص میشه. هر چه به من کمک کنه در امتحان پس او کتابه. پس این چی معنی میشه؟ قشنگ دقت کن، اولیه میشه هر کس، این میشه چی؟ کسی که به خانه میرود او پدر من است. این میشه چی؟ چیزی که. گرفتید؟ پس بچه ها هر وقت جواب شرطتون شامل یه نفر خاص شد، محدود به یه نفر شد، محدود به یه جای خاصی بود، اون میشه چی؟ اون میشه من و مای موصول. اون شرط نیست، نمیتونی با هر معنی کنی، نمیتونی با هر معنی کنی. اون کسی که، کسانی که، آنچه، آن، اینو ما آوردیم توی کتابچه، ولی خیلی ها اهمیت نمیدن بهش. و مشابهش هم داشتیم توی تست قلمچی و آزمونه آزمایشی و چه بسا تو کنکور. سوال ندارید؟ کتاب نمیتونه کلی باشه، محدثه. اینجا کتاب معرفه است، اسمی که الف و لام میگیره جزئیه. نگفتم کتابون. آیا معلمت نمیتونه به تو کمک کنه توی امتحان؟ آیا همکلاسیت نمیتونه؟ آیا کسی سر جلسه به تقلب برسونه نمیتونه به تو کمک کنه؟ گرفتی؟ آها، دقت کردی؟ آیا امدادای غیبی سر امتحان به آدم کمک نمی کنه؟ کمک می کنه. پس نمیتونی بگی هر، اگه هر بیاری معنی نمیده. مهسا دهقانی. مهسا جان بفرمایید. راجع به همین چیزی که گفتم همه جا میتونه بیاد، آخه من الان جزوه هم نگاه کردم، استاد من گفته بودش که این چیزایی که شما گفتید فقط سر اینا میاد، گفته بود اینا واجبه ولی مضارع و ماضی هم میتونه بیاد. یعنی چی؟ یعنی بر سر اینا گفته بود حتما میاد، بر سر اونا میتونه بیاد میتونه نیاد. به هیچ وجه بر سر ماضی مضارع نمیتونیم داشته باشیم. میدونستی؟ به هیچ وجه بین فعل شرط و جواب شرط مهسا حروف مزاحم نباید بیان. و ف و ثم بل و حتی و لکن ل و ان و عندما و حیث و حینما نباید بیان. فقط ف در صورتی میاد فا جواب شرط، فا جواب. میدونی چرا نمیتونه بیاد؟ چرا؟ در غیر این چهار حالت مهسا اگه ف بیاد به معنی شروع جمله جدیدیه. وقتی جمله جدیدی شروع میشه پس اون جواب شرط متعلق به اون فعل شرط نیست. آها خیلی ممنون. گرفتی؟ بله. ای جان بچه سوال دارید بپرسید. جواب طلب اون احتمالاً چیز بوده. آره اون احتمالاً مهسا فکر کنم منظورش هنانه همون چیزه، فعل مضارع در جواب طلب بیاد، اون جمله که شرطی نیست. آره مهسا احتمالاً تو جایی مثلا چیزی دیدی، خب در جواب فعل امر و نهی مضارع بیاد میشه، میتونه با ف بیاد. آره با ف. ولی اون جمله شرطی نیست که. اگه توی شرط به ماضی مضارع ف بدی غلطه عزیز من، غلطه. ف فقط بر سر این چهار تا موقعیتی که من گفتم، خط به خط کتاب درسی رو ما جویدیم، شخم زدیم، 4000 تا تست طراحی کردیم، 4000 تا تست استاندارد. باورتون نمیشه 4000 تا تست تألیفی. بچه بریم یه مبحث دیگه. کل چی معنی میشه عزیزان؟ کل به 3 شکل معنی میشه. کل با مفرد میشه هر، کل با جمع همه، کل با من هر یک یا هر کدام. کل با مفرد هر، کل با جمع همه، کل با من هر یک یا هر کدام. کل تلمیزن هر دانش آموزی،
همه دانش آموزان، هر یک از دانش آموزان هر سال به احتمال خیلی زیاد یه دونه تست مستقیم ما از کل داریم. نمونش اینه، چه تست گردن کلفتی هم هست، انسانی 96. حجم گزینه ها رو ببینی، گزینه ها چقدر طولانیه، چقدر حجیمه. میخوای بخونی از روش این گزینه ها رو؟ میخوای معنی کنی کلمات رو؟ کل با چی اومده بچه ها؟ کل کدوم یک از این حالت هاست؟ کل با مفرد مگه نیومده؟ کل با مفرد مگه نمیشه هر؟ جان هر کی دوست دارید، کدوم گزینه هر داره؟ هر خالی، کدوم گزینه هر خالی میبینی؟ فقط گزینه دو، فقط گزینه دو هر خالی داره. هر کار بزرگی، جواب دو. من باشم نمیخونم. سه گفته همه، چهارم که معنی نشده. پاسخ گزینه چند؟ گزینه دو. به همین راحتی. اوه وای، ببین اینجا به جواب رسیدیم. اولین کلمه کل با مفرد میشه هر، چقدر زیباست. اینا چیه؟ ولش کن، کشک اینا اصلا مهم نیست. 48 ثانیه، 5 ثانیه، 48 ثانیه شد 5 ثانیه، به همین راحتی. تست کنکور بوده هنانه، تست کنکور انسانی. تازه کنکور انسانی تستاش هم خب توی عربی به نسبت یه خورده جوندارتره. تست تعریب انسانی 96. هر لحظه ملتمسانه. اصلا حال ندارم ادامهش رو بخونم، میخوام اینجا به جواب برسم. معادل هر میشه چی؟ معادل هر میشه کل با مفرد. کدوم گزینه کل با مفرد میبینید؟ کدوم گزینه کل با مفرد میبینی؟ کل و لحظات، خداحافظ. فی، فی رو از کجا آوردی؟ جواب دو. بقیه جمله هیچی، ولش کنید. شما مگه محکومی به این که همه گزینه‌ها رو بخونی؟ همه رو رد کنی؟ کی بهت میگه دمت گرم سر جلسه کنکور؟ مگه گزینه مهم نیست؟ هر کی گزینه رو در کمترین زمان و با انرژی کمتری به جواب برسه برنده است. ترجمه هناکه، هناکه اول جمله میشینه. آفرین نسترن. هناکه یکی از الفاظ پرکاربرده بچه ها تستای ترجمه است تو کنکور. هناکه اول جمله بشینه یه معنی میده، وسط جمله یه معنی دیگه. وسط جمله هناکه همون معنی تحت لفظیش میشه آنجا. اول جمله هناکه دیدی وجود دارد یا هست، به معنی وجود داشتنه. وسط جمله همون معنی خودشو میده. پس هناکه مثبتش وجود دارد یا هست، با لیس بیاد وجود ندارد یا نیست، وجود ندارد یا نیست. یه نکته، یه تست. هر سال احتمال اومدن همچین تستی خیلی زیاده. هناکه کثیرون، هناکه اول جمله دیدی، جان من هر جا، اینجا آنجا دیدی رد کن. یک آنجا، دو اینجا، دو تا گزینه مثل آب خوردن رفت. سه و چهار هستند، هستند. یه تضاد بین سه و چهار به من بگو. تحمل کرده، تحمل می کنند. مگه یتحملونه فعل نیست؟ مگه فعل مضارع نیست؟ چرا آخه تحمل کرده؟ پاسخ گزینه چهار. هیچ تست ترجمه‌ای، هر تست ترجمه‌ای کارت کشید به بالای 20 ثانیه، بدون که از راهش نمیری، بدون که خیلی حرفه‌ای نیستی. هر تستی که تو میگی، قلمچی، تعلیفی، گزینه دو، گاج، هر چی، کنکور که دیگه اصلا از سطح خیلی پایین‌تری هم برخورداره. هناکه خیرون، هناکه اول جمله، تجربی 96. هناکه، هناکه اول جمله، آنجا، آنجا. چی میخوای؟ یک با چهار وجود دارد، هست، تضادش.
خیر و منافع. خیر که مفرد مشتی. پاسخ گزینه یک. اصلا فهمیدید موضوعش چیه جمله؟ در مورد چی داره حرف میزنه؟ اصلا نیاز هست بخونم؟ نیاز هست معنی کنم؟ طراح سوال گفته هر کی نکته هنکر و بلده تموم. خب بچه ها یه صورت سوال می نویسم، خب یه تنوعی هم بشه. آقا ما تأکید چی داریم تو عربی؟ بچه ها هر چی از تأکید می دونی بگو. تو کل عربی که شما یاد گرفتید، یازدهم، دوازدهم، هر چی از تأکید می دونی بگو. اصلا نگران نباش غلط داری میگی، نمیدونم نصف اونی هر چی. آره لام تأکید، یکی لام تأکیده. قشنگ نگاه کنی بچه با این رنگ. یکی لام تأکید یعنی چی بچه؟ یعنی لا دیگه. محدث اسلوب حصر تأکید نیست. حصر رو بچه ها تأکید نگیرید، این اشتباهیه که خیلی ها مرتکبش میشن. آیا این جمله با این جمله یکیه؟ قطعا خدا داناست، فقط خدا داناست. یکیه؟ دومین راه تأکید انه. دیگه چی؟ دیگه چیا میدونی از تأکید؟ ببین تو کلاس نکته تست اینجوری میخوام برم جلوها، ترکیبی همه رو بیارم کنار هم. مبحثی دیگه تموم شد، مبحثی ولش کن دیگه. آقا لام تأکید، لا، دیگه چی؟ نظری نداری؟ لام امر دیگه چی؟ لای نهی دیگه چی؟ مفعول مطلق تأکیدی. حواستون به اینا هست؟ مفعول مطلق تأکیدی، اینا همه تأکیدن. کجاها کاربرد داره؟ لام تأکید چیه بچه ها؟ لامی که بعد از ان میاد، ان خبرش اگه ل گرفت میشه لام تأکید. ان یعنی چی؟ ان یعنی قطعا. لام امر یعنی چی؟ باید. نهی یعنی چی؟ نباید. تأکیدی چیه؟ حتما، قطعا. دقت میکنی؟ ببین فراتر از اون مدلی که تو خوندی من میخوام برم جلو. اصلا میدونستی یکی از کاربردهای لام امر تأکیده؟ میدونستی تو کنکور 98 صورت سوال خیلی قشنگی اومد که اگه کسی میفهمید چی خواسته زیر 5 ثانیه به جواب میرسید؟ عین اللام، عین اللام تأکیدون علا وقوع الفعل. آفرین. بر سر مخاطب نمیاد. احسنت بچه ها. لام امر غائب و متکلم. لام نهی نباید که میاد؟ دوباره غائب و متکلم. نهی مخاطب چیز نمیگیره، نباید نمیگیره. کاربرد اینا چی آقای محمدی؟ به چه دردی میخوره؟ ها؟ اینا چه فرقی با هم میکنن؟ بچه اینا چه فرقی با مفعول مطلق تأکیدی میکنه؟ بگو ببینم. قطعا ممکنه سوالش بیاد چه فرقی بین اینا و مفعول مطلق تأکیدی هست؟ آفرین مائده. اینا کاربردش چیه؟ اینا میشه چی؟ تأکید کل جمله، نه تأکید اسم بعدیش، تأکید کل جمله ما بعدشه. لام امر و لام نهی تأکید چی؟ تأکید فعله.
مفعول مطلق تأکیدی چی؟ تأکید فعله. حالا یه صورت سوال ابتکاری می نویسم ببینم کی نظر میده. چی میخواد؟ این صورت سوال چی میخواد؟ عین بذار یه جور دیگه عین ما فیه تشبیهون ل حدوث الفعل. کنکور نظام جدید خوراک صورت سوال جدیده، باور کنید میتونه انواع و اقسام سوال بده. چی میخواد؟ دنبال چی میگردی توی این صورت سوال؟ در کدام گزینه تشبیه؟ تشبیه حدوث فعل یعنی چی؟ تشبیه اتفاق افتادن فعل یعنی چی؟ دنبال چی میگردی نسترن؟ 30 ثانیه میکشه در مورد سوال فکر کنی اصلا سوال چی خواسته. مفعول مطلق میخواد. الهه میگه مفعول مطلق میخواد. مرسی دمت گرم، نصف مسیر رو رفتی. حنانه میگه تأکید فعل. من نگفتم تأکید فعل، گفتم تشبیه فعل. نسترن میگه لام تأکید. بچه ها کدومتون توی مدرسه خاص درس میخونید؟ توی مدارس خاص؟ الهه کدوم مدرسه؟ اگه دوست داشتی بگو. فدک فرزانگان 1، آفرین. الهه تشبیه حدوث فعل یعنی چی؟ اگه 100 تا تستم از مفعول مطلق زده باشی، تسلط روی صورت سوالا نداشته باشی، کار دستتون میده. بچه ها تشبیه اتفاق فعل میدونی یعنی چی؟ یعنی مفعول مطلق چی؟ مفعول مطلق چی؟ نوعی. چه مفعول مطلقی؟ فقط به شرط اینکه بعدش مضاف الیه نشسته باشه. جان من به گوشت خورده همچین چیزی؟ یه لیوان آب به من نه جوش. اون که آره دیبا، شما که کار درسته. مفعول مطلق بیانی با مضاف الیه، آفرین. بچه ها مفعول مطلق نوعی با مضاف الیه بیاد چی معنی میشه؟ مگه چیز معنی نمیشه؟ همچون، هماننده. خب این تشبیه دیگه. آقا تشبیه هست یا نیست؟ یعیشو قشنگ نگاه کن. یعیشو البخیلو فی دنیا عیشل فقرا. عیشه مگه مفعول مطلق نیست؟ مگه الفقرا مضاف الیه نیست؟ معنی کن. انسان بخیل و خسیس، مرسی، انسان بخیل و خسیس در دنیا زندگی میکنه. چجوری زندگیش؟ زندگی میکنه همچون فقرا. زندگیش همانند فقراست، کیفیت زندگیش. خب این تشبیه دیگه. گرفتی؟ میدونی چند تا اسم برای لام تأکید داریم؟ لام امر همش هم مهمه، بهت قول میدم مهمه. لام امر، لام تأکید، انجاز الفعل، طلب للقیام به عمل، طلب للقیام به عمل، تأکید علی وقوع الفعل، طلبی. گرفتی؟ اینا خیلی مهمن. برای کسی که به دنبال درصد بالای مثلا 70-80 میگرده اینا مهمه. بچه ها تست رو بزنید. قد با مضارع میشه چی؟
گاهی یا شاید. قد با مضارع میشه گاهی یا شاید. آن نداریم که، آن نداریم که. مگه ذالکه میبینی؟ معادل ذالکه داریم مگه بالا؟ گاهی گاهی، جوان یک جوان، شاب معرفه است. شاب میشه چی؟ شاب معرفه است. یک جوان غلطه؟ یک جوان غلطه. جواب گزینه سه. مثل آب خوردن. بقیه تستام همینطور، هیچ فرقی نمی کنه با هم. تشخیص معلوم از مجهول. جزوه رو نگاه کن، بعد دامای تستیش هم حواست باشه ها. این ما یمکن ان یبنی مجهولن، این ما یمکن، ما لا یمکن ان یبنی مجهولن، این ما یمکن ان یکون مجهولن، این ما لا یمکن ان یکون مجهولن. میبینی؟ اینقدر تنوع داره. همه اینا رو من میشکافم توی کلاس نکته تست، یه جزوه فوق‌العاده بهتون میدم. بچه ها توی کتاب توی کتاب درسی توی تست کنکور 98 هم اومده بود که یه جمله داشتیم. من به بچه های خودم اینو مثال زدم، این مثال رو هفته قبل بررسی کردیم. اندما یأکلو التمساح، اندما یأکلو التمساح فریست اکبر. و ادامه جمله، این مثال رو داشتیم بررسی میکردیم. سوال من اینه ما وزن تفضیل چی داشتیم؟ بچه ها تفضیل یا افعل بود یا چی؟ یا فعلا. بچه ها چه زمانی افعل میاد؟ افعل برای مذکر، فعلا مؤنث. خب برای مقایسه چی میاد؟ برای بحث مقایسه کردن بین دو نفر یا دو چیز همیشه افعل. همیشه افعل، هیچ وقت فعلا با من نمیاد. هیچ وقت فعلا با من نمیاد. سوال من اینه، چرا اکبر اومده؟ فریست اکبر که چیزه، که موصوف صفته، که شکاری بزرگتر، موصوف صفت. فریست مؤنث، اکبر مذکر. چرا مؤنث نیومده؟ آفرین آفرین، یکی از نکاتی که خیلی مهمه اینه. یکی از جاهایی که فقط فعلا. بچه فعلا فقط با اسم چی میاد؟ فعلا فقط با اسم چی میاد؟ نکره. وقتی با نکره نیومده، این چون ببین فقط با اسم معرفه، گرفتی؟ فریست نکره است، اینم نکره. اگه الفریست بود این میشد چی؟ الکبرا. پس وزن فعلا فقط معرفه با الف و لام. چرا تنوین نگرفته بچه ها؟ چرا نگفته فریستن اکبرن؟ میشه همچین چیزی؟ اسم تفضیل بر وزن افعل و فعلا هیچ وقت تنوین نمیگیره. شما حق نداری بگی اکبرون. مگه کبرا تنوین میگیره؟ اسم تفضیل هیچگاه، میبینی؟ به هم میخورن ها، هیچگاه تنوین نمیپذیره. حتما حواستون باشه ها. خب
یکی از نکاتی که توی معلوم مجهول باید بهش دقت کنید زمان فعله. بچه ها زمان فعل تغییر نمی کنه اصلا. نگاه کنید، در مجهول کردن جملات زمان فعل تغییر نمی کنه. ریاضی سال 95 یکی از تستای جوندار معلوم مجهول، اصلا نمی خوام بخونم کدام گزینه غلطه. اولین چیزی که چک می کنی بچه ها به شکل عمودی فقط زمان فعل، یبنی مزاره، یبنی مزاره. دو، یزربو مزاره، یزربو مزاره. سه، یزلمو ظلمه. تمام، جواب گزینه سه. جواب گزینه سه. برای تک تک مباحث هنانه تکنیک وجود داره، برای تک تک حتی تجزیه ترکیبا، ضبط ها، برای تک تک مباحث نکاتی هست که زودتر از حد معمولش، زودتر از اون حالتش به جواب برسید. کدام گزینه غلطه؟ آقا یک تسبو مگه مزاره نیست؟ به چه حقی میگی مازی؟ پاسخ گزینه سه. یکی از خفن‌ترین مباحث کنکور معلوم مجهول دیگه، غیر از اینه معلوم مجهول دیگه به این شکله. خب و اما یه توضیح پایانی بدم بچه ها. خیلی مبحث وجود داره، خیلی از دامهای تستی رو با هم چک میکنیم. فکر نکنی که عربیت خیلی توپه و کفایت میکنه و دیگه بستی. آقا چه اشکالی داره 10% به درصد فعلیت اضافه بشه، 20% اضافه بشه؟ من صبح یه کارنامه دیدم، کارنامه آزمون قلمچی، آخرین آزمون، یعنی فکر کنم برای آزمون آخر برای 2 هفته پیش بود، برای 2 هفته قبل، یکی از شاگردام 73 زده بود. خدا رو شاهد میگیرم به این روز عزیز، من دارم کارنامه‌شو توی گوشیم دارم. اینها خودش هم حاضر. احسان میکروفونت رو روشن کن. خب سوال آخر چی بود؟ توضیح بدم دوباره. ببین مهندسه جان، کدام گزینه غلطه در مجهول کردن؟ اولین چیزی که چک میکنی زمان فعله. یک تسبو مگه مزاره نیست؟ به چه حقی مزاره رو ماضی میکنی؟ باید بشه تک تسبو دیگه، یک تسبو، این باید بشه تک تسبو، چون تجارب جمع غیر انسانه. فقط اینو میخوام بگم آقا، عربیش ضریب 2 تو کنکور، عربی ضریبش 2 تراز میده در حد چی؟ بیش از اندازه تراز میده بهت. شاهد و حاضر همین دانش آموزی که الان سری کلاس نشسته، احسان غفاری، 73% عربی زده تو قلمچی، قلمچی هم آزمون معتبریه دیگه، 77% دینی زده بود، تراز دینیش 5900، تراز عربی 6600. دیگه نمیگم حتی در حد اختصاصی هست ترازش، دیگه نمیگم، هر یه دونه سوال 600-700 نفر میفتی جلو. فقط دلیلش یه چیزه، فقط یک دلیل داره که عربی آسانسور رو رتبه است و به شدت میترکونه. احسان میگه تراز زیستم 6 و چند؟ احسان میتونی صحبت کنی؟ آره احسان جان بیا یه لحظه، یه روال عربی تو بگو، ابتدا چجوری بودی، در صدای اول چجوری بود تو آزمونا، بعد چجوری شدی الان، درصد آخرین درصد چنده و با چه کتابی رفتی جلو اینا. احسان جان خوبی؟ مرسی، دست شما درد نکنم. مخلصیم، قربون شما.
خب وضعیت عربی تو بگو ابتدا چجوری بود؟ خب استاد من که اول با شما آشنا نشده بودم در سده عربی قلمچیم از همون ابتدا که هنوز وارد مهمان نشده بودیم به خودتو هم گفتم من بیشتر از 30% نمیتونستم بزنم. حالا آبان با شما آشناشم و حالا شاید دیر آشنا شده بودم، آشناشم اومدم سر کلاساتون و با این کتاب مهر و ماه شاید من بگم سید نزولی داشته صعود کرده بودم و ترازم الان 73 و مطمئنم که تو کنکور بالای 80-90 میزنم. البته بگم همه چی رو من از شما داشتم تو عربی. شما لطف دارید، تلاش خودت بوده. من اینم بگم بچه قلمچی هر چی بزنی با احتمال خیلی زیاد 20% کنکور بالاتری. اینو هر معلمی اذعان میکنه دیگه، سوال قلمچی سوال کمرشکنیه دیگه، سوال تألیفیه. خب احسان جان آخرین درصد و تراز تو بگو. عربی 73 زدی، تراز 6600، دینی ضریبش 3، 77 زدی، تراز 5900. جان من زیست و چند زدی ترازش چند بوده؟ استاد الان کارنامه جلومه، زیست 12.77 درصدم، تراز داده 6322. یا خدا یا رب العالمین 6300. این ضریبش چنده؟ ضریب زیست 12. ضریب عربی 2. دلیلش چیه احسان جان؟ دلیلشو بگو دیگه مزاحم نمیشیم. استاد ضریب مخفی داره دیگه، بچه‌ها همه کم میزنن منفی میزنن ولی هر سال کنکور عربی ضریب مخفی داره چون میانگینش پایینه. بله است. بله مرسی احسان جان، لطف کردی، دمت گرم، قربونت، متشکر. بچه ها اصلا ریسک نکنید، ایشالله بیایید نقطه تست رو با هم بتره کنیم در بهترین حالت، نکاتی که چه بسا اصلا به گوشت نخورده و تمام مباحث رو یه جا جمع میکنیم، تمام جاهایی که ماضی استمراری داریم، تمام جاهایی که ماضی مضارع التزامی، همه چیزایی که ریسک نکنی به گوشت نخورده. خیلی چیزا الهی جان، ما کلاسمون احتمال خیلی زیاد آخره فروردین، فکر کنم اوایل اردیبهشت دیگه، هفته آخر فروردین ما استارت میزنیم. 5 هفته است، 5 هفته‌ای که همه مباحث رو داریم، همه مباحث رو داریم. آره سوالی، موردی، چیزی؟ ما در حد زمان و وقتی که داشتیم دیگه سعی کردیم یه سری از نکات رو انتقال بدیم و آشنا بشیم، ایشالله در فرصت بهتری و تمام مباحث رو با هم در کنار هم. عالی والا، من جزئیاتش رو نمیدونم هنانه، حتما بپرسید، زنگ بزنید، دوستان راهنماییتون میکنن و توی سایت هم حتما اینجوری هست. آیسا حتما ما مباحث تمام 11 رو جمع میکنیم، 10، 11، فقط مختص کنکور نیست که. بچه‌هایی که 11 هم هستن میتونن باشن، بچه‌های 11 هم حتما میتونن باشن و میتونید استفاده کنید، هیچ زود نیست اگه بگی مثلا به چه شکله. تا زمان شروع کلاس نکته تستمون تمرکزتون حتما روی قواعد باشه. فیلمای آفلاینی که گذاشتیم، مباحثی رو که بچه‌ها دوستان براتون گذاشتن قبل از شروع کلاس، حتما آفلاین‌ها رو ببینید، حتما آفلاین‌ها رو ببینید و با دست پر بیاید که شروع کنیم. پیشا پیش سال نو رو تبریک میگم بهتون. اقدم لکم اجمل التهانی به حلول السنة الجديدة، ارجو لکم العافیت و صحت کل عام و انتم به الف خیر. ایشالله که روز و روزگار خوبی داشته باشید و پیشا پیش عیدتونم مبارک.